من امیر شیخ الملوکی هم. بعد حدود 20 و چند سال تولید، 7 سال پیش تصمیم گرفتیم که با برند خودمون شروع به تولید کنیم. ما اومدیم یه سری بدعت گذاشتیم، مثلا لب دفترها رو گرد کردیم، مشکل برگشت کاغذ تو گوشه های تیز حل شد. نکته دومی که شروع کردیم از رنگ توی رنگ و فرم توی طراحی ها استفاده کردن، طبیعتاً هم فیدبک خیلی خوب گرفتیم، یعنی خیلی ها دوست دارن ما رو با همین رنگ هامون. این محصول جدیده که اولا رنگ پس نمیده، یعنی بچه‌ها دستشون میگیرن دستشون رنگی نمیشه. خب مسئله دوم خود رنگه، یعنی انقدر رنگ توش خوبه، انقدر خوبه، بعد با همه جای این کرایون میشه بله نمیشکنه و حالا شما کار کنین میبینید انقدر حس خوبی رو تو نقاشی داره. یه برنامه میتونیم روی گوشی ها بریزیم که روی دفترها که بگیریم دفترها سخنگوه، یه سریاشون هم حرکت میکنه هم یه سری صداها در میاد از روش. ما حتی بازی هم تولید کردیم، بازی هم داره، ببینید حرکت میکنه، باید بیاد ذره‌بین برداره، باید پرچم ایران رو برداره، باید یه مدار. کلن قاصده یه شرکت ایرانیه. کارکترها که سینا، سمین و سنا، اون دقیق تره، اون مقدار رنگش بهتره. شرکت ما بیش از 55 سال قدمت داره، تولید کننده ایرانی هستیم که هم قدیمی هستیم هم سعی کردیم جنس خوب متنوع و با قیمت ایرانی رو تقدیم به مردم خوب کشورمون بکنیم. از خمیر شروع کردیم، فقط خمیر داشتیم، بعد رفته رفته حالا صنعت رو متحول کردیم و خیلی از اتفاقات جدید مثل تولید پاستل، آبرنگ، گواش. الان یه محصولی رو یک ساله که داریم تولید میکنیم که هیچ وقت تو ایران نبوده و اسمش کرایون هست. یه نوع خاصی از مداد شمعیه که یه چیزی بین مداد رنگی و پاستله و رنگ پس نمیده، حس خیلی خوبی رو توی نقاشی میده. اونایی که دیدن خیلی استقبال کردن و این مهمه که بتونیم تولیدات خوب بدیم، مردم اونها رو بخرن، این چرخ این خانم، این کارگاه ها، این کارخونه ها، این خانواده ها بچرخه و بتونیم ادامه بدیم. ششمین نمایشگاه ایران نوشت به همت مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی در حال برگزاری است. در این دوره از نمایشگاه نزدیک به 100 تولید کننده ایرانی نوشت افزار دور هم جمع شدند. من مهسا رضایی هستم، عضو هیئت مدیره مؤسسه دانشجوی دست یاری به دستیاری، جوانترین مؤسسه مدرسه سازی کشور. ما دانشجوهای دانشگاه علامه بودیم و شروع کارمون از یک کانون خیریه بود داخل دانشگاه که فعالیت‌های فرهنگی خیریه‌ای داخل دانشگاه انجام می‌دادیم. پایان سالی که ما قرار بود فارغ التحصیل بشیم به این فکر افتادیم که این کار خیر رو در واقع بیرون و تو سطح گسترده‌تری انجام بدیم. ما یک ثمن دانشجویی ثبت کردیم به عنوان دست یاری به دشتیاری. حالا چرا این اسم؟ چون که ما از سال 93 داریم تو منطقه دشتیاری استان سیستان و بلوچستان کار فرهنگی انجام میدیم. دشتیاری 100 کیلومتری چابهار هست، استان سیستان و بلوچستان بزرگترین و محرومترین منطقه آموزشی کشور هست. این پویش هم که امسال فرصتی بود که مجمع نوشت افزار خیرانت و ایران نوشت در اختیار ما قرار داد که بتونیم لوازم تحریر رو در واقع ارسال بکنیم به منطقه. اون شطرنجی ها کنارش نقاشی بزرگ میخواین، همون آخرین ردیف نقاشی اونجا که بالاش خالیه میکنید نوشته 5x5، 10x10 و بلنگ، اینا تا پایین نقاشیه. اولین تولید کننده ای که تو این حوزه تونست تو نمایشگاه خارج از کشور شرکت کنه ما بودیم. سال 2016 تو نمایشگاه پیپر ورد امارات شرکت کردیم، مخاطب فوق العاده زیادی داشتیم. تصمیم گرفتیم که یه خورده خودمون رو نزدیک کنیم به وزارت صنعت و معدن و تجارت، یعنی بریم
توی شرکت‌های تو شهرک‌های صنعتی بتونیم از اون مجوزا و حمایت‌ها استفاده کنیم. اما واقعاً هیچی. می‌گم با زحمت داریم روزی 70 80 کیلومتر از تهران خارج می‌شیم و برمیگردیم. اما نمی‌دونم با 5 6 تا جایزه ملی، حالا با درخواست صادرات، حتی مجوزمون هم نتونستیم بگیریم. عموماً یا بعضاً جنسامون بالای 100 درصد افزایش قیمت داشته، اما قیمت‌های فروشمون نسبت به سال گذشته تو دو مرحله افزایشمون کمتر از 20 درصد بوده. همین روی کردی که برگردیم بیایم تولید ایرانی بخریم، مطمئن باشید تولید کننده رو به این وامی داره که به خاطر سپاس از این روی کرد و این نگاه این اتفاق هم بیفته که یه بازنگری بکنه، کیفیت‌ها رو بهتر بکنن، قیمت‌ها رو بهتر بکنن. مردم و مردم با معرفتی هم این به محض اینکه بدونن یه جنسی خوبه، خیلی ها صاف میان تو پارسال خرید کردن، میان خریدشون رو میکنن و میرن. من بارها شنیدم به گوش خودم خیلی ها به آژاقا میگفتن که حالا جنستو بده تو چین اصلا با اسم خودت بیارن. من به گوش خودم شنیدم که میگفتن اصلا وقتی که تو اتاقم نگاه میکنم میبینم اتوبوس ها میان، پرسنل آخر ساعت میرن، خستگیم در میره. من اینو به گوش خودم شنیدم و این هیچی جز عشق به تولید نیست. من میتونم با همین عددا تقریبا جنسمو بفروشم، اصلا لزومی نداره روزی 13-14 ساعت رو پا وایسیم. فقط این انرژی خوب است که میایم تو نمایشگاه از مردم بگیریم که بتونیم، میدونی اون انرژی است که داره باعث میشه که ما کارمون رو ادامه بدیم. اما با این شرایط واقعا نمیدونم، فقط خواستیم که سر کلاس کنار بچه‌ها باشیم، حالا تا سال آینده یه اتفاقی میفته. ششمین نمایشگاه ایران نوشت از 23 مرداد در مرکز همایش‌های آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع به کار کرده و تا دوم شهریور ماه دایر خواهد بود. این نمایشگاه از ساعت 11 صبح تا 23 پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.